بارداری. و اما چرا در مورد بارداری میخوایم صحبت کنیم؟ به خاطر اینکه خیلی صحبت های امروز راجبش هست. موضوع صحبت ما بارداری در مورد افراد نان رزیدنت هست. افراد نان رزیدنت تو برنامه قبل توضیح دادیم کیا هستن؟ افرادی هستن که مسلماً پرمننت رزیدنت یا سیتیزن نیستن. این افراد رو اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، افرادی هستن مثل توریست، افرادی هستن مثل اینترنشنال استیودنت و افرادی هستن که با اجازه کار اومدن. خب ما راجع به این افراد یکی از مورد بحث‌هایی رو که توی بیمه مدیکال بحثش به میون میاد اینه که خب پوشش‌هایی که نیاز داریم مثل بارداری چگونه خواهد شد. خب یه فردی که انتظار داره در بخش بارداری پوشش داشته باشه، مسلماً زمان بارداریش هست و اینکه اتفاقاتی که ممکنه در دوران بارداری براش پیش بیاد و اینکه نهایتاً زایمان. حالا در این خصوص صحبت اصلیمون رو خواهیم داشت. اولا نکته اصلی اینه که آیا زایمان پوشش داره؟ بله ام نه؟ و البته باید بگم خیلی وقتا خیر، اصلا به عبارتی باید بگیم نه، چرا که یه استثنایی ممکنه داشته باشه. راجع به استثناء صحبت خواهیم کرد. اولا این رو با بدونیم، فارغ از این شرکت های مادر کامپانی هایی که بیمه ارائه میدن طبق پالیسی وردشون فرق میکنه، پوشش هاشون فرق میکنه، ولی به طور عمده نکته ای که بایستی اشاره بشه اینه که تا هفته 32 فردی که باردار هست میتونه از پوشش برخوردار باشه. پس به عبارتی باز در بعض جا نوشته شده 9 هفته قبل و 9 هفته بعد از اون پوشش نداره. البته همچنان دیده میشه که پوشش بارداری برای افراد ویزیتور، افراد اینترنشنال استیودنت، دانشجو به عبارتی و ورک پرمیت میتونه فرقهایی هم با هم داشته باشه. این فرقها به جایی میرسه که افراد بهتره که وقتی اقدام میکنن دقیقاً اون سناریوشون رو مشخص کنن، نه اینکه دنبال سبکی برن که بیشترین امکان رو میتونه داشته باشه. چرا؟ چون که اصلا ممکنه با استاتوسشون متفاوت باشه. فردی که به تب ویزیتور هست امکان داره با شرایط نهایتاً بارداری بیاد، پس میتونه از پوشش برخوردار باشه ولی انتظار هزینه زایمان رو نباید داشته باشه. به تب ممکنه سخت جنین به وجود بیاد، ممکنه هزینه های سونوگرافی به وجود بیاد، امرجنسی، unexpected و ممکنه دردهای شکمی، اینا همش پوشش داده میشه اما زایمان خیر. یک فرد دانشجو میاد اینجا بعد از در واقع ثبت دانشجوییش، بعد از اخذ بیمش تصمیم میگیره که در واقع باردار بشه، عموماً پوشش داره. چقدر بنا به کمپانی‌های مختلف متفاوته. فردی که با اجازه کار میاد اینجا سپس باردار میشه میتونه پوشش‌هایی داشته باشه. پس در یک کلام هزینه زایمان عموماً پوشش نداره مگر استثناءاتی هست. هزینه‌های بارداری پوشش داره تا هفته 32 در اکثر کمپانی‌ها، معمولاً 9 هفته قبل و بعد پوشش نداره و هزینه بچه‌ای که به دنیا میاد عموماً این امکان هست که بعد از 15 روز قابل بیمه به طور اتوماتیک باشه یا با اتخاذ در واقع تصمیمی که اینشورد میگیره، اپلیکن میگیره، میتونه بچهش رو بیمه بکنه. دقت بشه، من پیشنهاد میکنم بهتره شرایط خودتون رو، سناریوی خودتون رو بیان کنید، دنبال شرایط سلوشن و جوابگویی براش باشه، نه اینکه شما دنبال این باشید که کدومش با من میخونه. این پیشنهاد منه، برای اینکه طبق این چند سال تجربه متوجه شدم که افراد اکثرا اشتباه میکنن و بعد دچار دردسر میشن. امیدوارم که مفید باشه و اطلاعات بیشتر رو همچنان در خدمتتون هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.